آقا این معلمای موسیقی ما میگن روزی نیم ساعت تمرین کن، ولی بعد هفته تمرین در نمیاد. چیکار باید بکنی؟ بیا بهت بگم. سلام، علی بختیاری هستم و اینجا آلتراس. به یک ویدیو دیگه خوش اومدید. یکی دیگه از مشکلاتی که بچه‌ها خیلی باهاش درگیرن بحث تایم تمرینه. اول اینکه کجای روز تمرین بکنن؟ صبح تمرین بکنن، ظهر، بعد از ظهر یا شب؟ دوم اینکه چقدر تمرین بکنن؟ معلم میاد میگه نیم ساعت یا 40 دقیقه روزی تمرین بکن یا یه ربع روزی تمرین بکن. من چیزی که معلم میگه رو انجام میدم ولی اثر نمیکنه. هفته بعد که میرم سر کلاس تمرینم ناقصه، در نیومده. چی کار باید بکنم؟ اول بریم سراغ این که کدوم قسمت از روز برای تمرین موسیقی بهتره. این خیلی بستگی داره به اینکه شما چه جور کاراکتری هستین، به اینکه وضعیت خواب و خوراکتون چه جوریه، وضعیت کارتون چه جوریه. به اصطلاح میگم بعضیا نایت پرسنن، شب زنده دارین، صبح رو ترجیح میدین. به همه این پکیج بستگی داره. تایمی رو انتخاب بکنین یا بازه‌ای رو انتخاب بکنین که بیشترین انرژی رو دارین، بیشترین تمرکز رو دارین، حالتون آروم‌تره، یعنی عجله‌ای برای چیزی ندارین، با آرامش کامل میتونین تمرین بکنین و تمرکز خوبی اون تایم دارین. اون تایم برای شما گلدن تایمه و بهترین لحظه‌ای که میتونین تمرینات موسیقیتون رو انجام بدین. اینجا یه نکته خیلی مهمی وجود داره. اینو دیگه پیشنهاد من بدونید. تمرینات روزتون رو تبدیل بکنید به چند وعده کوچکتر. مثلا تصمیم گرفتی میگی بعد از ظهرها من میشینم از ساعت 4 تا 5 تمرین میکنم. این 4 تا 5 رو ریزش کن. یا اگر تواناییشو داری 2 تا 1 ساعت بذار تو روزت. به یک وعده اکتفا نکنید. بشین اول تایمای روزت رو اولویت بندی کن. مثلا میگی من اول بعد از ظهرها انرژیم بیشتره، بعد شبا انرژیم بیشتره، اولویت دومم شبه یا صبح و ظهریم. میدونی حداقل روزی دو وعده تمرین بکنید. حالا برای بچه‌ای که حرفه‌ای تر میشن میتونه 3 یا 4 وعده هم بشه. اگر کشش داشته باشید وعده هاتون اندازه هم باشه، اگر نه همون یه وعده اصلی رو ریز ریزش میکنی. حالا این اتفاقه بیشتر از همه به درد چه کسایی میخوره؟ کسایی که نمیتونن تمرکز بکنن. یعنی تا میخوام بشینم پای ساز یا تا میخوان بچه‌ها، این حرفایی که دارم میزنم بازم میگم راجع به همه موضوعات موسیقی جواب میده. حالا اگر من ساز و مثال میزنم شما برای بقیه مباحث هم در نظر بگیرید. مثلا طرف نشسته پای ساز تا میاد یه 5 دقیقه تمرین میکنه، یهو خسته میشه، میبینه یه جا بند نیست، میره آبی میخوره یا دوری میزنه و دوباره برمیگرده. این کار بیشتر از همه به درد این هنرجوها هم میخوره که کارا رو وقتی کوچیک میکنن دیگه راحت تر میتونن بشینن پای ساز و کم کم میبینن که به مرور استقامتشون میره بالا. مثلا یه ساعت کرده 4 تا 1/4 تو یه روزش، بعد این 1/4 میشن 20 دقیقه، بعد میشن 1.5 ساعت. به خودش میاد یهو میبینه روزی 2-3 ساعت داره تمرین میکنه بدون اینکه واقعا حس کرده باشه. خیلی خیلی اکته به درد بخوری این موضوع. حالا بریم سراغ اصل داستان. این که میگن که آقا چقدر باید روزی اصلا تمرین بکنیم، حالا فارغ از وعده هاش، همون یه وعده یا همون چند وعده، هر کدومش چقدر باید باشه. به نظرم بزرگترین اتفاق بدی که داره راجع به این موضوع میفته تایم دادن معلم هاست. میشینن به همه میگن آقا روزی نیم ساعت تمرین کن بدون اینکه حتی در نظر بگیرن اون آدم چه کاراکتری داره. بر اساس روحیات شما 1000 جور اتفاق میتونه با این موضوع بیفته. من تو این زمان خودم چیکار میکنم؟ اصلا تایم رو حذف میکنم، یه چیزی استفاده میکنم به اسم تمرین تعهدی. حالا توی این تمرین تعهدی چیکار میکنیم؟ کلن تایم رو میذاریم کنار. یکی از اتفاقای خیلی بدی که برای بچه‌ها میفته سر همین تایمه مثلا اینه که میگی برو روزی نیم ساعت تمرین کن، میره میشینه پشت ساز، تایم رو نگاه میکنه، شروع میکنه، بعد یه ذره میزنه دوباره ساعت رو نگاه میکنه، چقدر گذشت، چقدر مونده، دوباره میزنه تا زمانی که یهو نگاه میکنه میبینه نیم ساعت گذشت، همونو پا میشه از پشت ساز، میگه خب به من گفتن نیم ساعت تمرین کن دیگه، اینه ربات.
و اصلا براش مهم نیست که کجای تمرینه، اصلا به نتیجه رسید یا نه، سر نیم ساعت بلند میشه. این یکی از اتفاقای بده، اصلا نفهمید چی شد، نفهمید چی زد، کلا تمام دغدغش و تمرکزش رو تایم بود نه روی تمرین سازش. و اینجوریه که اگر با این سیستم بچه ها بخوان ساز بزنن، نیم ساعت که سهل، دو ساعت هم بزنن به اندازه اون نیم ساعتی که معلم میخواد نمیشه. معلم نیم ساعت پر بازده میخواد، نیم ساعت با تمرکز کامل، و اونجوری اصلا فایده نداره. توی تمرینات تعهدی چیکار میکنیم؟ میگیم تایم رو ولش کن، مثلا بگو من امروز این چهار میزان رو تموم میکنم تحت هر شرایطی، حالا میخواد بشه 5 دقیقه، میخواد بشه 50 دقیقه. تو این نوع از تمرین هدف گذاری میکنی. حالا اگه تمرینات رو چند وعده بکنی در روز، هدفهای کوچیک کوچیک میذاری، راحت تر بهشون میرسی، اعتماد به نفست بیشتر میشه و بازدهی تمرینات هم باز بیشتر میشه. خیلی اتفاقای مثبتی در ادامه برات داره اینو از تمرین دیگه. پس دغدغه تایم و اینا رو بذارید کنار، برید با خودتون قرار بذارید، روزی 4 میزان کوچولو کوچولو، به مرور زمان باز میبینید استقامتتون رفته بالا، این 4 میزانه میشه 8 میزان. و توی اون روز چیزی که براتون مهمه دقیقاً رسیدن به هدف همون روزتونه، و این روی مسئولیت پذیری شما هم داره کار میکنه، مسئولیت پذیریتون هم بهتر میشه. حالا تموم شد این قضیه، فردا میایم میشینیم پای ساز، دوباره هدف دیگه 4 میزان بعدی رو میخوایم بزنیم، به اضافه تکرار تمرینی که دیروز انجام دادیم. پس مقوله دوم چیه؟ تکراره. اصلا یکی از دلایلی که معلم ها میان میشینن میگن روزی مثلا نیم ساعت ساز بزن، اصلا پوینتشون نیم ساعت نیست، پوینتشون در اینه که تو روزانه مجبورش یه تایم مشخصی رو ساز بزنی، دیسیپلین و تکرار داشته باشی تو تمرینات. بچه‌ها نه فقط توی ساز، نه فقط توی موسیقی، بلکه در کل زندگیتون تکرار بهترین کاریه که میتونید برای اهدافتون بکنید و قطعاً شما رو به نتایج خوبی میرسونه. آدم‌هایی که میبینید توی کارهاشون با استعدادن، آدم هایی بودن که توی موضوعات مورد علاقه شون استمرار و تکرار به خرج دادن. پس چی شد؟ 1 تمرین تعهدی، 2 تکرار، تکرار مطالب قبل، روز قبل، و تمرین جدید همون روز. میریم میریم جلو تا تمرینمون شاید تا وسط هفته، تا نزدیکای آخر هفته تموم بشه. چی کار میکنیم؟ تمرین تموم شد دیگه، وقت اضافی داریم، دوباره کل تمریناتمون تکرار میکنیم. اون مقوله تکرار از خود تمرین مهمتره. در نهایت هم یه نکته خیلی مهم، شما هر روزی که تمرین میکنید نسبت به روز قبل دارین پیشرفت میکنید، کوچیکه، به خاطر این نمیتونید ببینیدش، ولی بعد از گذشته یه دوره زمانی حسش میکنید. به خاطر همین باید بعد از گذشت اون دوره شما هم تمریناتتون رو بیشتر بکنید. دیگه اون نیم ساعتی که اون موقع قبلا میزدی الان فایده نداره، تمریناتت سخت‌تر شده، نکاتت بیشتر شده، در نتیجه زمان بیشتری میخوای، تو حرفه‌ای‌تر شدی، ولی به همون لول تمریناتت هم با تو اومده بالا. حالا اون داستان وعده کردن تمرین و تمرینای تعهدی و اینا، یعنی لقمه لقمه کردن تمرین، تو دیگه با این کوچیک کردن تمرین میتونی راحت تر به تایمت اضافه بکنی، یواش یواش به هر وعدت به مرور 5 دقیقه 5 دقیقه اضافه بکن، حسش هم نمی کنی، یهو چشم باز میکنی میبینی روزی داری 2-3 ساعت تمرین میکنی بدون اینکه اذیت بشی. خب اینم از این، امیدوارم که ویدیو به دردتون خورده باشه، و اگر فکر میکنید هنوز موضوعات دیگه‌ای هست که دوست دارید راجبش بهتون بگم، راجب همین تمرینای داخل خونه، تو کامنت ها برام بنویسید که راجبش پارت های دیگه هم از این ویدیو بسازم. و همین، لایک و کامنت و سابسکرایب و اینا هم یادتون نره. خیلی دوستتون دارم و تا یه ویدیو دیگه، فعلاً.